جماعت مقدس، سلمانای عزیزم، در پرشای این هفته هست پرشت خیه سرم. معنی خیه سره چیه؟ در طوره میخونیم و یو خیه سرم مئه شنه، اسم شنه و شه و شنه است. سال سره ایمینو 127 سال بود. چرا شروع در طوره میکنیم با یو؟ اول قصه میگیم. یک روز یک ملای نو میان در شهر، این ملای میگه میخوام ببینم جای مقدس در این شهر هست. میره میکنیسه ها رو میبینه، میخواه ها رو میبینه، میره تلمود توره را، بعدش میره قربستان به تکوره، میگه اونجا رو میبینه، واو، میبینه برای سنگر نویسته یکی 28 ساله علم رفته، یکی 15 ساله رفته، هیچ کسی 40 نرسیده، 33 ساله. به اینا میاد میگه نه، من اینجا ملا نمیشم. میگن چرا؟ میگه من میترسم، همه اینجا جبان مرگ رفتن. چند؟ میگه نه نترس، همه شون اینجا امر طولانی داشتن، 90 ساله بودن، 100 ساله هم رسیدن و چون اینجوری نوشتن. میگه اینجا یک رسم داریم، یک ورق میگیریم، فقط میبیسیم این وقتهای میسوا کردیم. اگر به کنیسه رفتیم، چند وقت کنیسه بودم، چند وقت شورتورا رفتم، اینا رو میبیسیم، جمع میکنن، اینا میبیسیم بلاش. و یو خیه سرا، امر سرای منو چند بود؟ 37 سال فقط. و یو، واو شیش میشه، یو ده، این با هم 16، هیش چند میشه با هم؟ 21، یک یو دیگه 31، واو 37. سال سرای منو فقط 37 سال بود. چرا؟ 90 ساله امین برس پسر میشه اسحاق گوینو، 127 سال علم میره. پس 37 سال فقط امرش بوده، بغیر از این امر نداشته. در جبه میخوریم چند پرشای دیگه، امین رخل میاد به یعقوب امینو میگه حوالی بنیم به من بچه بدن، این وعین میتانوخی من مردم، بی بچه من مردم. پس بر سرای منو همینجور بود. همونجور میبینیم بر پرشای یعقوب امینو و یو خیه سرا، امر یعقوب امینو چند بود؟ 34. چرا؟ 17 ساله یوسف عزیز گم میشه، 17 ساله بعد به مصر میاد و با یوسف میشه. پس اینا از اینجا میفهمیم فرزند آدم چقدر همین باید خوب باشه، شاید هم فیض ازش بگیره. چیزی دوم، ابراهیم اوینو در پرکه بود، میگه خدا بهش 10 تا امتحان کرد. امتحان آخر چی بود؟ همه فکر میکنن امتحان آخرش بود، در اون پرشای قدیم خوندیم این عقیده دیسخار. نه عزیزم، یک امین خدا یک امتحان دیگه کرد. چی؟ یعقوب ابراهیم اوینو نیت سرای منو سرخاک بیاره، بابورا بیاره، جا نداره. بعد به خدا امین میگه ای خدا، تو به من قول دادی هر جا من برم امین به من میدی. کومی دلق و هر جور کار رو خواه، خدا میگه هر جا بری اونجا از زمین به تو میدم. یا ابراهیم به میتونست به خدا بگه ببین دو متر میخواد زن چه امین بر سرخاک بیاره، جا ندارم. تو میگیم همه اسرائیل به من میدی، اون امتحانی. شش دفعه از آدم از خدا چیزی نرجنگی بکنه. بل این باز بدونیم ما همیشه در امتحان هستیم. امتحان آدم گفتیم اون هفته در دو رفتن، امتحان خدا بید گفته چیکار بکن، خدا بید گفته باز کنیسه سوی با پاشی، این امتحانه. اگر به وقت میشی به از سپیلر از اول شروع میتونی، همونجور کشرود آدم همین گرسنه است. اگر همین خودت میتونی بگیری تاشو برسی جایی کاشره، یا میای میگی این مایه میشه، این همین پلو هم کاشره، روغنی در این پلو چی ریختن، این مایه کجا پختن. پس باز خودمونا امتحان بکنیم. امتحان دیگه هست به آدم، چه همین وقتی چیزی به آدم میرسه با خدا تو را امتحان کرده. اگر چیزی میگی نشکری میکنی به خدا، یا به خدا میگی حتما خدا هر چی بر من میکنی حتما خوبه. باید بدونیم هر چیزی بر آدم بشه خوبه. و این قصه را به تو میگم، شاید یک بار گفتم بس میگم. یک ملای میره در دیکون کپس بخره، او صاحبی دیکون میگه او جناب راف آره چی سایزی میخوایی کپس تا؟ میگه 42. میگه نه ملا، من میخوام تو را کاوت بکنم، 48 بهت بدم. میگه نه عزیزم، 48 بدی این کپس از پام میفته، 42 بر من خوبه. میگه نه راف، میخوام تو را همین خوشحال بکنم، کاوت بکنم، میخوام بزرگتر بدم. میگه بزرگتر بدی به من هیچ منفعت نیست، کوچکترم بدی منفعت نیست. همونجور خدا میداره به آدم چی باید بده، همونجور، نه بزرگ نه کوچیک، همون قطع باید بید برسه میرسه. بعد اطمینان بیدی به خدا. ایراتون شکل بخور بایم همون. شبت شلوم، اومه براخ، ساکتی باشه. آمین و آمین.